یگانی که از بوشهر منتقل شدم اومدم اینجا همین سایت بود، یعنی روز شروع جنگ تو بوشهر بودیم، سال 60 اومدم تهران که سایت اولی که اومدم همین سایت بود. نقش مهمی که موشک هاک توی جنگ تحمیلی ایفا کرده بود از یه طرف، و جذابیت از نزدیک دیدنش و مهمتر از اون کنجکاوی که شخصا واسه دیدنش داشتم، باعث شد این برنامه بیام سراغ موشک هاک. البته امیدوار بودم تا حدی واسه شما هم همینقدر جالب باشه. به محض ورود با جناب سرهنگ ابهری یه راست رفتیم سر اصل مطلب، موشک هاک. ما سامانه های موشکی هاگو از سال 54 در اختیار گرفتیم. اون زمان آموزش ها و حتی کار کردن و همه زیر نظر مستشاران خارجی انجام می شد. خودشون اتکایی لازم رو نداشتن که بتونن کار رو خودشون انجام بدن. البته به جز این که اعتماد به نفس لازم رو نداشتن، مستشاران هم همه اون چیزی رو که باید از لحاظ فنی و تاکتیکی یادشون میدادن و نمیگفتن. به اصطلاح خیلی از فوت‌های کوزه‌گری رو ناگفته می‌ذاشتن. شاید دلیل اصلی که باعث شده بود به خودشون اتکا نداشته باشن همین بود. جنگ که شروع شد، خود جنگ ما رو کشوند به اون سمتی که مجبور شدیم بریم به سمتی که هر چیزی رو که نمی‌دونیم یاد بگیریم. آزمایش خیلی حساس و مهمی بود، چون اولین تجربه بچه‌های خودمون تو شلیک هاگ بود و کسی پیشبینی درستی از نتیجه‌اش نداشت. نکته مهمتر اما این بود که برای مقابله با حمله هوایی عراق، چشم همه به نتیجه این آزمایش بود. شلیک باید با موفقیت انجام می‌شد. اولین پایری که شد در دسفول بود. این اعتماد به نفس رو به ما داد که این سیستم کارایی داره و خیلی هم موفقیت‌آمیز در طول جنگ تونست خودشو نشون بده. موفقیتی که پرسنل موشک هاگ تو آزمایش اول به دست آوردن تا آخر جنگ پایدار موند و این شکارچیان تونستن بیشترین شکار رو از بقیه پدافندهای هوایی داشته باشن. رفتیم دقیقاً بغل موشک. سرهنگ فرامرز روح‌افزا خیلی با حوصله اجزای مختلف موشک هاگ و طرز کار موشک و از نظر فنی و تخصصی برام تشریح کرد. این برای چی اسمش هاک شده؟ هاگ یعنی اگه بخوایم به اصطلاح اون کلمه انگلیسیشو معنی کنیم، به معنی هومینگ آل دی وی کیلره، یعنی کشنده در هر شرایط، که مجموعه حروف اول اینا رو بذاری و هم دیگه میشه هاگ یعنی قرقی. خب دلیلی هم داشته که اسمش رو بذارن قرقی؟ بله، این به خاطر اینکه هدفش که میخواد بزنه از خودش از هدف رد میکنه، از بالا مثل قرقی با پنجه، اینم از بالا میخوره رو کابین خلبان یا کابین هواپیما و به خاطر همین قرقی هم مستاق داره یا هاگ که یه پرنده هستش. این وقت چجوری عمل میکنه؟ الان این خود این چی هست؟ خدمت عرض کنم، این خود موشک هاگ هستش. از چندین قسمت تشکیل شده. اگه از اول بیایم، به اصطلاح قسمت هدایتش هستش، بعد سر جنگیش هستش، بعد راکت موتورش هستش و در انتها اگزاستش هستش که خروجی هوا هستش. اون چیزی که در هواپیما رو ثابت می‌کنه، بالاخره کدوم یکی از این قسمت‌ها هست؟ قسمت این قسمتش هستش که به اصطلاح بهش میگم وارهد، که سر جنگیش هستش. خطری که نداره یعنی الان؟ نه، الان این موشک کاملا سیف هستش، امن هستش. این سر هدایت شونده چی کار می‌کنه؟ سر هدایت شونده‌اش به اصطلاح با رادار زمینی در ارتباط با اون هستش، فرکانس از اون می‌گیره و برگشتی که از هواپیما میاد تو خود این سر هدایتی میاد. مجموعه اینا باعث میشه که مسیر موشک مشخص شه و موشک به سمت هواپیما هدایت بشه. موشک به دو حالت، یا خودش مستقیم به هواپیما می‌خوره، یا بغلش به صورت گذرنده که می‌خواد رد بشه به صورت مجاورتی، فیوز مجاورتی داره که عمل می‌کنه، موشک منفجر میشه. در اثر منفجر شدن این سر هدایتیش یه سری ترکشه داره که اون ترکشه با هواپیما می‌خوره و هواپیما رو ساقط می‌کنه. خب اینا یه مکانیزمی داره خودش که احساس می‌کنه که الان داره هواپیما رو رد می‌کنه. به خاطر همین همون سر هدایت. بله، همه اینا هدایت با خود موشک هستش، هیچ هدایتی از روزمین روی موشک نیست. واقعا که این موشک سلاح باهوشیه، باهوش و البته شجاع. نه، مطمئن باشید موشک کاملا سیف، امن و هیچ مسئله ای نداره. شما الان اینو اینجا آتیش روشن کنید، این آتیش میگیره و میسوزه مثل یه شب، هیچ انفجاری انجام نمیشه. شدی؟ نه، امتحانش مجانی. خیلی شب مجانی نباشه. این موشک چه هواپیماهایی چه ارتفاعی میتونه بزنه؟ بله، خدمت رو دارم. این بر اساس ماموریتی که داره، ماموریت این سامانه برای ارتفاع کم و متوسط هستش. از بالای سطح درخت بگیرید شما تا برید تو ارتفاع 50,000 پایی میزنه. یعنی چند تا درخت 50,000 پایی؟ من محاسبه کنید خیلی درخت. پس کوه دماوند با
بالاتر میشه تقریبا همون میشه دیگه، چون 6000 متر هستش دیگه. 6000 متر نه خیلی بالاتر از اون میشه. 6000 پایین تازه از کدوم اومد بالاتر؟ نه نه ارتفاع پایین نه، ارتفاع پایین که خدمت عرض کنم که میشه 500 پا. 500 اگه بخوایم معیار بگیم چند کیلومتر تقریبا 500 ما میشه 150 متر 180 متر این میشه ارتفاع پایین. پایینش بالاش هم که خدمت عرض کردم 18 کیلومتر هستش که میشه 48000 پا یا 50000 پا که خدمت بالاتر از اون باشه. یعنی دیگه این موشک نه دیگه این هر سامانه پدافندی برای یک ارتفاع تعریف شده. باید بگم این حس کنجکاویی که من دارم از دوران کودکی می که با منه، البته بعضی وقتا از دست خودم هم خارج می شد. انصافا سرنگ رو افزا خیلی حوصله به خرج داد، چون دقیقا از اون وقتایی بود که کنجکاویم از کنترل خارج شده بود. من یه سری چیز اینجا دیدم، اینا برای چی؟ اینا برای این که این موشک روی این دستگاه قرار میگیره که حالا لانچر هسته به اصطلاح این به اصطلاح همین بال و بالچه هستش. این چیه؟ اون رادار هم شروع حرکت کردن. سوخت اینا چیه؟ سوختش جامد هستش. این چیه؟ این رطوبتگیرشه، رطوبتگیر موشک هسته. سوختش کجا هست؟ همین قسمت به اصطلاح راکت موتورش هست. باید اعتراف کنم که این موشک زمین به هوا منو هول کرده بود، دیگه زیادی غیر قابل کنترل شده بودم. این وقت قیمتش چنده؟ مثلا هر یه دونش چقدر در میاد؟ میخوام بدونم مثلا 100000 تومانه، 1 میلیون تومانه، 100 میلیون تومانه. خیلی بالاتر از اینا بریزه. خیلی گرونه گرونه. اما وقتی مطمئن شدم این قاطی کردنم دلیلش چیزی به جز کنجکاویه، که یه سوال خیلی عجیب از جناب سرنگ پرسیدم. این چرخا برای چیه؟ آخه این چه سوالی بود؟ بودن چرخ زیر یه چیز دلیلش چی میتونه باشه؟ سری به خودم اومدم و فهمیدم این آشفتگیم دلیلش فقط خستگیه. دیگه میخوام گفت که چیار دیگه میپرسیدم دیگه؟ شما سالی نداشتی؟ حسن؟ سالار چیزی باقی نمونده؟ ترجیح دادیم یه چند دقیقه استراحت کنیم.